به قلم نویسنده اردنی احمد صالح. و تاریخ افتخار سنگی را ثبت خواهد کرد که با شمشیر حق و توانمندی‌هایش به سلاحی تبدیل شد برای رودررویی سترگ. کیست که در مورد قرارگاه اشرف که بالغ بر 3400 پناهنده ایرانی در عراق در آنجا مستقر هستند خبری نشنیده باشد؟ محاصره شدگان در اشرف از ممانعت از ورود مایحتاج اولیه رنج می‌برند. به ویژه رنج بیماران حاد از محاصره پزشکی و محرومیت از درمان و دارو. و این علاوه بر حملات متعدد شبه نظامیان عراقی تحت الحمایه رژیم ایران به این قرارگاه است. در مورد این نوع بنی بشر چه میتوان گفت مگر اینکه در این دنیای دون آنها را نمونه های نادری بنامیم که وقتی دیگران ناامید میشوند آنان صبر پیشه میکنند و وقتی دیگران از اهدافشان دست میکشند آنها پایبند میمانند و آنگاه که دیگران پشت میکنند اینان ثابت قدم و استوارند و آنگاه که دیگران عقب میکشند آنان به جلو حرکت میکنند و وقتی اصلاح میکنند آنان به اصلاح میپردازند و آنگاه که بسیاری ارزشها و اصول و الگوها را انکار میکنند اینان مؤمن باقی میمانند. از مدتی نشندان کم این جمع از انسانها را در قرارگاه اشرف زیر نظر گرفتند و دریافتم که در زمانی که بسیاری دروی پیشه می کنند و به چاپلوسی و ریاکاری می پردازند و بازدارنده خیر عموم هستند و از راه حق باز می دارند، این اشرفیان از آن گونه انسان‌هایند که در بخشش و یگانگی و فداکاری مخلص هستند. چه فخری بود در جهان بیش از اینم، شهابی شبم در شب سرزمینم، بسوزم به شبها و خاموش گردم، همین بس مرا توش دنیا بودینم، همار سرفراز و منت پذیرم، مجاهد بمانم، مجاهد بمیرم.